سلام، نازنین کاظمی هستم. به اتفاق همکارانم شما را در جریان مهمترین خبرهای روز ایران و جهان قرار میدم. یحیی آل اسحاق: 75% مردم مشکل اقتصادی دارند. سنای آمریکا طرح منع کاربرد یورو در معاملات ایران را تصویب کرد. قانون وکلای آمریکا در حمایت از عبدالفتاح سلطانی به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت. میگوید 75% جامعه دچار مشکل اقتصادی هستند. یحیی آل اسحاق میگوید دولت آینده باید بتواند در کوتاه مدت 5 نیاز خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اقشار ضعیف تا متوسط جامعه را تأمین کند. آل اسحاق همچنین گفته که دولت آتی باید در اولین فرصت تغذیه را در حد وفور برای مردم فراهم کند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، خرید و اجاره مسکن برای مردم کمرشکن شده است و دولت 11 باید برای مسکن نیز چاره اندیشی کند. مجید خراسانی، رئیس بسیج سازندگی، نیز چند روز پیش گفته بود در حال حاضر در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و کشور از لحاظ تأمین امنیت غذایی دچار مشکل است. عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید چین 70% پول نفت را به صورت کالا میدهد. شریف حسینی با انتقاد از مدل ارتباطی جمهوری اسلامی با چین و روسیه، مقامهای چینی را متهم به سیاسی کاری کرد. آقای حسینی در عین حال میگوید این دو کشور در شرایط تحریم کمک زیادی به ایران کردند. از روسیه و چین به عنوان مهمترین متحدان ایران نام برده میشود. کشورهایی که گفته میشود در ازای دریافت امتیازهای فراوان از مقامهای جمهوری اسلامی حاضر به حمایت مشروط از برنامه اتمی تهران شدند. از جمشید اسدی اقتصاددان پرسیدیم معامله تهاتری یا همان کالا با کالا چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد. با همین گفتگو رو گوش میدیم. اعتراض مجلس اعتراض بسیار دیرهنگامی است. این اتفاق مدت هاست که افتاده است. به علت ببینید دو نوع تحریم الان علیه ایران وجود داره. یکیست تحریم کشورهای خاص که ممکن است مثلا داد و ستد با جمهوری اسلامی رو جزء تحریم‌ها قرار بدن و قرار ندن، اما یک تحریم معاملات مالی و بانکی هست در سطح دنیا که اینا خیلی مشکل کسی این تحریم‌ها رو دور بزنه، حتی اگر کشور خودش وارد این تحریم‌ها نشده بزن. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که این داد و ستدهای مالی و پولی دنیا بیش از هر داد و ستد اقتصادی دیگری جهانی شدن و شبکه در هم ایجاد کردن. دوم که امریکا در مورد این داد و ستدهای مالی و بانکی یک عکس العمل بسیار سخت نشان میدهد و کشورها ترجیح میدن که زیر فشار مالی و بانکی امریکا قرار نگیرن. این مدت ها در مورد ایران بوده که اگر هم نفت خودش رو به کشوری فروخت، اما نمیتواند نفتش هم اگر موفق شد به کشوری بفروشد، اما نمیتواند که پولش رو دریافت بکنه. حتی این کاری که در ماه فوریه هم امریکایی‌ها انجام دادن، حتی این که این پولی که به حساب ایران در نزد خریدار در یک حساب بانکی نگهداری میشه، دلار به دلارش باید بتونن توضیح بدن که به چه مصرف رسیده. در نتیجه مجلس اعتراض دیرهنگام کرده. این حرف تازه ای نیست. ایران جمهوری اسلامی برای دور زدن چند تا کار انجام داده بود. یکی این که ما نفت به شما میدیم، ما به ازاش به ما کالا بدید از کشور خودتون. یعنی کشور ما دیگر مالک نفت خودش و درآمد نفت خودش نیست. چرا که وابسته است به آن چیزی که کشور خریدار داره. ممکنه مثلا به کشور خریدار مثلا بگن به ما راکتور اتمی بدید، اونا بگن نه ما اینا بهتون نمیدیم، حوله بهتون میدیم، دارو بهتون میدیم، اینا رو بیاد از اینجا بتونید بردارید. این اتفاق با چین هم همچنین بوده، با هند هم همچین اتفاقی افتاده بود. با هند هم که وقتی نفت میفروشن، چون اونا به دلایلی که عرض کردم نمیتونن پول نفت بدن، معامله تهاتری میکنن، به جاش داروها رو میخرن که اون داروها متاسفانه یک بسیار در مواردی پیامدهای بدی داشته روی سیستم پزشکی در ایران. و یک راه حل دیگه ای هم که داشتن، ما به ازاش شمش طلا میگرفتن.
که بتونن با اون کار بکنن که با ترکیه هم اینطوری شده. البته یه راه حلای دیگه چی بود که نسیه بفروشن، مثل مثلا به یونان که این کارو کردن. در نتیجه برای اینکه جمع بزنم پاسخ من به پرسش شما، باز تکرار میکنم که اعتراض نمایندگان مجلس اعتراض دیرهنگامی است، مدت هست که این اتفاق میفته. و دوم اینکه اعتراض خاصی به چینی ها نمیتونن بکنن، چون پاسخ چینی ها میتونه باشه با تمام حسنیت شبکه های مالی و پولی دنیا که دست ما نیست، ما اگر این کارو بکنیم نمیشه از این بابت ها فرستاد. در نتیجه این شرایط نامبارک است که با شفروزی های آقایان بلند پایگان نظام جمهوری اسلامی کشور ما در آن قرار گرفته. سنای آمریکا طرح منع کاربرد یورو در معاملات ایران را تصویب کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که دفتر مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا صادر کرده است، راهکارهایی پیش‌بینی شده است که مانع دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی خود در قالب پولی یورو خواهد شد. به گزارش رادیو فردا مارک کرک گفته است مسدود کردن استفاده از یورو برای ایران با هدف پیشگیری از دستیابی این کشور به توانایی تسلیحاتی هسته‌ای حیاتی است. مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و جو مانچین از حزب دموکرات پیشنهاد دهندگان این متهمم در قانون بودجه آمریکا بودند. و حالا نوبت میرسه به اخبار کارگری. دبیر خانه کارگر مشهد: سال 91 برای جامعه مزدبگیر سخت بود. کانون وکلای آمریکا در حمایت از عبدالفتاح سلطانی به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت. به گزارش وبسایت جرس، در این نامه که رونوشت آن به رئیس قوه قضاییه ارسال شده، آمده است محاکمه آقای سلطانی باید بر اساس شرایط محاکمات عادلانه و رعایت تشریفات قانونی بین‌المللی مجدداً برگزار شود. عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را در کارنامه خود دارد، به تبلیغ علیه تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق نورنبرگ متهم شده است. آقای سلطانی به 13 سال سبز، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است و از شهریور ماه 1390 در زندان به سر می‌برد. در گفتگوی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، مدیر اتحادیه حقوق بشر در ایران، از او درباره شرایط وکلا در ایران و مشکلات آنها در انجام وظیفه حرفه ایشان پرسیدیم. با همین گفتگو را میشنویم. یکی از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با استقلال قضاوت و وکالت، به خاطر اینکه در تمام سیستم های دموکراتیک تا دادگستری مستقل نباشه، برای احقاق حقوق مردم، برای اعتراض به عملیات خلاف قانون و خلاف موازین حقوق بشر دولت ها مرجع دیگه وجود نخواهد داشت. یکی از مشکلات جامعه ایران همیشه و به ویژه طی 30 سال اخیر بوده که دادگستری مستقل نبوده. به خاطر همینم سازمان ملل در یک قطعنامه روی موضوع تاکید میکنه که دادگستری باید از قدرت سیاسی مستقل باشه و وکلای دادگستری هم باید بتوانن از حقوق مردم در پیشگاه یک چنین دادگستری دفاع کنن. بنابراین این یکی از اصول مصوب سازمان ملل و تمام کشورهایی که خودشون رو دموکرات و حافظ حقوق مردم میدونن باید نسبت به وضعیت دادگستری حساسیت نشون بدن. و اینجاست که خب نامه‌ای که نوشته شده در ارتباط با تعهدات و الزامات بین‌المللی تمام دولت هاست و متاسفانه سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و محدودیت هایی که برای همکاران ما وجود آورده در تضاد با این تصمیم مجمع عمومی و در تضاد با اصل استقلال و قضات و وکلای دادگستری است. و چرا این کار رو میکنن؟ چرا نسیه ستوده، عبدالفتاح سلطانی، سیفزاده، دادخواه و دیگر همکاران ما الان 10 تا اونجایی که ما خبر داریم و در گزارش احمد شهیدم اومده، در حال حاضر 10 وکیل دادگستری در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، تنها و تنها در ارتباط با انجام حرفشون، یعنی حقوق دفاع از حقوق متهمانی که اتهام سیاسی در حال وارد یا ناوارد متهم شده بودن. بنابراین اونها فقط وظیفه خودشون رو انجام دادن، کار دیگه نکردن. و بیان
این رو به عنوان یک اقدام ضد امنیتی تلقی بکنن و وکلای دادگستری رو به حبس‌های طولانی محکوم کنن، تنها و تنها برای ترسوندن سایر وکلای دادگستری است. یعنی عملا متهمان سیاسی رو از دفاع و از حق داشتن وکیل محروم کردن، برخلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه برخلاف تمام موازین حقوق بشر هست. بنابراین این سیاست جدیدی که متاسفانه طی سالهای اخیر بیشتر و بیشتر ترویج شده و بر شدت عمل قضات هم و به ویژه قضات دادگاه انقلاب افزوده شده، تنها و تنها در جهت محروم کردن مردم از دفاع، حق دفاع و از اینکه وکلای دادگستری بتونه از اونها دفاع بکنه. بندهای سیاسی زنان و مردان در زندان اوین در آستانه سال نو به طور ناگهانی بازرسی شد. به گزارش وبسایت کلمه، زندانیان با مقاومت در برابر ماموران اقدام به خواندن سرود ای ایران و شعارهایی در حمایت از آقایان موسوی و کروبی کردند. بر اساس این گزارش، این چندمین بار در 3 سال اخیر است که بند 350 زندان اوین مورد بازرسی ناگهانی قرار می‌گیرد. در آبان ماه سال گذشته زندانیان زن سیاسی در اعتراض به اینکه بازرسی بندشان با هتک حرمت همراه بود، دست به اعتصاب قضای دست جمعی زدند. فرزند مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، میگوید آنها هر لحظه منتظر خبر ناگواری هستند. به گزارش کلمه، محمد صالح خزعلی با اشاره به 80 روز اعتصاب قضای آقای خزعلی نسبت به سلامت پدرش ابراز نگرانی کرده است. با گذشت بیش از 80 روز از اعتصاب قضای مهدی خزعلی، این زندانی سیاسی همچنان در حبس انفرادی به سر میبرد. مهدی خزعلی 9 آبان ماه سال 91 در جلسه سرای اهل قلم بازداشت شد و با وجود صدور حکم آزادی با قرار وثیقه همچنان در بند 209 زندان اوین در حبس است. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. در آستانه سال نو، دو بند زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی است توسط ماموران زندان بازرسی شد. کانون وکلای آمریکا در حمایت از عبدالفتاح سلطانی و رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت. با گذشت بیش از 80 روز از اعتصاب قضای مهدی خزعلی، این زندانی سیاسی همچنان در حبس انفرادی است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتقال جنگ‌افزارهای ایرانی به سوریه از راه حریم هوایی عراق عامل بقای نظام بشار اسد است. جان کری این سخنان را در بغداد و در دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق مطرح کرده است. واشنگتن بغداد را متهم می‌کند پروازهایی که از ایران جنگ‌افزار به سوریه منتقل می‌کند را نادیده می‌گیرد. دولت عراق در مقابل این اتهام را رد کرده و تاکید می‌کند اجازه نمی‌دهد اسلحه از خاک عراق به هیچ کدام از طرف‌های تنش در سوریه برسد. عراق تاکنون 2 بار هواپیماهای مسافربری ایرانی به مقصد سوریه را مجبور به فرود کرده تا بار آنها را بازرسی کند، اما در هر 2 بار اعلام کرد تجهیزات نظامی در این هواپیماها نبوده است. اتحادیه عرب از ائتلاف مخالفان سوریه دعوت کرده است تا در نشست روز 3 شنبه سرانه این اتحادیه به عنوان نماینده سوریه شرکت کند. این خبر را شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد. این سخنان وی در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در دوحه مطرح شده است. به گفته آل ثانی، در نشست سران اتحادیه راه‌های افزایش پشتیبانی از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بحث گذاشته خواهد شد. گفته می شود عراق و لبنان نسبت به دعوت از اپوزیسیون سوریه برای حضور در نشست سران اتحادیه عرب اعتراض کردند. اما اعلام شرکت ائتلاف اپوزیسیون سوریه در نشست سران اتحادیه عرب با اعلام استعفای رئیس ائتلاف همزمان شد. معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه، در صفحه خود بر روی شبکه فیسبوک رسیدن به وضعیت به خط قرمز را دلیل استعفایش ذکر کرده است. الخطیب همچنین نوشته است که می‌خواهد آزادانه فعالیت کند. در همین حال فرماندهی ارتش آزاد سوریه اعلام کرد غسان هیتو را به عنوان رئیس دولت موقت
سوریه به رسمیت نمی‌شناسد. ارتش آزاد سوریه در بیانیه توافقی نبودن انتخاب هیتو را دلیل این موضع‌گیری خود اعلام کرده است. غسان هیتو هفته گذشته توسط ائتلاف اپوزیسیون سوریه به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. دولتی که گفته می‌شود قرار است مناطق تحت کنترل مخالفان را اداره کند. ساعتی پیش با آقای هادی ترفی کارشناس امور خاورمیانه گفتگوی انجام دادیم و از او پرسیدیم آیا دعوت از مخالفان سوریه برای حضور در نشست سران اتحادیه عرب تأثیری بر موقعیت بین‌المللی مخالفان اسد می‌گذارد. با همین گفتگو را بشنویم. اتحادیه عرب یکی از عمده‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هست که از همون ابتدای انقلاب سوریه علیه رژیم بشار اسد موضع گرفت و سرکوب مخالفان رو محکوم کرد و خیلی زود، یعنی بیشتر از برخی از کشورها که به صورت انفرادی سفیران رژیم سوریه رو اخراج کردن، نماینده این نظام رو اخراج کرد از اتحادیه عرب و اداره کرد گفتگوهای مخالفان رو، آنها را جمع کرد، سازماندهی داد. بنابراین این که در اجلاس بعدی حالا در سطح سران هست قطعا خیلی تأثیر عمده‌ای در رسمیت بخشیدن بیشتر به اپوزیسیون سوریه داره و کمک میکنه به جنبشی که علیه رژیم الان ادامه داره و وارد مرحله حساسی شده. بر حال الان مخالفان در داخل خود دمشق فعالیت میکنند علیه رژیم و به مرحله حساسی رسیدند. آقای معاذ خطیب هنگامی که انتخاب شد به ریاست ائتلاف ملی مخالفان سوریه، ایشون اعلام کرده بود که به تلاش‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد برای اعمال فشار رژیم بشار اسد تا اینکه این انقلاب به مرحله‌ای برسه و نتیجه شو بگیره که همون سرنگونی رژیم بشار اسد هست. الان ایشون بعد از چند ماه از تسلی این مسئولیت اعلام کرد که نمیتونه به این مأموریتش ادامه بده. با کارشناسی‌هایی از طرف برخی از کشورها که اعلام همکاری میکنن با انقلاب سوریه و همچنین با برخی سازمان‌های بین‌المللی نمیتونه کار کنه و نمیتونه این مأموریت رو ادامه بده بر اساس همون وعده‌ای که اعلام کرده بود برای تصدی این مسئولیت. ایشون در این مرحله استعفا کرد و این البته نشانه این نیست که ایشون کنار رفت از فعالیت مخالف ضد رژیم بشار اسد. ایشون گفت که من به صورت فردی یا حالا در قالب گروه های دیگر علیه این رژیم به مبارزه ادامه میدم و ولی ترجیح میدهم که یک مسئول دیگری این مأموریت رو تقبل کنه و ادامه بده. شورشیان شهر بانگوی پایتخت آفریقای مرکزی را تصرف کرده و فرانسوا بوزیز رئیس جمهوری این کشور را مجبور به فرار کردند. این خبر را سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد. او به خبرنگاران گفته است شورشیان سیلیکیا تمام مراکز استراتژیک در پایتخت آفریقای مرکزی را کنترل می‌کنند. یکی از مشاوران رئیس جمهوری آفریقای مرکزی هم به خبرگزاری رویترز گفته است آقای بوزیز خود را به کنگو رسانده است. در همین زمینه یکی از مسئولان دولتی کنگو از سازمان ملل متحد خواسته است خانواده بوزیز را از آفریقای مرکزی خارج کنند. از سوی فرانسه اعلام کرده است قصد ندارد نیروهای بیشتری را به آفریقای جنوبی اعزام کند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره صلح با گروه طالبان به قطر خواهد رفت. بر پایه این اعلام، صلح با گروه طالبان و گشایش دفتری برای این گروه در کابل، پایتخت افغانستان، موارد مورد بحث در قطر خواهد بود. این برای نخستین بار خواهد بود که رئیس جمهوری افغانستان شخصا در مذاکرات با گروه طالبان حضور خواهد یافت. پیشتر کرزای با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در افغانستان گفته بود واشنگتن با گروه طالبان در قطر در حال مذاکره است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بحران سوریه دلیل پوزش خواهیش از ترکیه بوده است. او در صفحه فیسبوکش نوشته است اقدام او با هدف هماهنگی با ترکیه به منظور یافتن راهی برای حل و فصل وضعیت بحرانی سوریه بوده است. این در حالی است که امروز ارتش اسرائیل یک پایگاه نظامی سوریه در بلندی‌های جولان را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها این اقدام در پاسخ به شلیک آتش از سوی سوریه به مناطق تحت
کنترل اسرائیل صورت گرفته است. لازم به ذکر است پوزش خواهی نتانیاهو در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عمان شده است. دلیل این پوزش خواهی حمله سال 2010 نیروهای ویژه اسرائیل به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم نوار غزه است. در این حمله 9 تن از فعالان حقوق بشر ترکیه کشته شدند. و حالا نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. محمد رضا نقدی: خمپاره های دیروز به ماهواره های امروز تبدیل شدند. محمد حسین صفار هرندی: احمدی نژاد به فرما را به خیلی ها زده است. مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه: دشمن بیرونی، ضد انقلاب و جریان دوم خرداد در پی تخریب سپاه پاسداران هستند. کاترین اشتون میگوید در دور بعدی مذاکرات پیشنهادات خود را به صورت مفصل برای ایران توضیح می‌دهد. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد رایزنی‌های کارشناسان گروه 5 به علاوه 1 با ایران که در روز 18 مارس در استانبول انجام شد نمیتوان مذاکرات سیاسی قلمداد کرد. اشتون ابراز امیدواری کرد ایران پاسخ مثبتی به پیشنهادات بدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید هنوز انقدر بیچاره نشدیم که برای آزادسازی چند کالا به سمت آمریکا برویم. موسر رضا ثروتی گفته است آمریکایی ها اگر صداقت داشتند اول تحریم ها را برمی داشتند و دوباره ما را تحریم نمی کردند. آقای ثروتی درباره رفتار آمریکا در قبال ایران گفت این همان سیاست نخنما شدنه چماق و هویج است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعای عربستان سعودی در خصوص حضور یک تبعی ایرانی در شبکه جاسوسی دستگیر شده در این کشور را رد کرد. به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست با انتقاد از رفتار مقامات عربستان سعودی گفت این ادعا سناریوی تکراری و بی‌پایه و اساس است. چند روز پیش دولت عربستان سعودی اعلام کرد 16 جاسوس را در خاک این کشور دستگیر کرده که یکی از آنها ایرانی است. دراویش زندانی همچنان در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برند. صالح مرادی و کسرا نوری از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز پس از 64 روز اعتصاب غذایی تر از صبح پنجشنبه اول فروردین ماه وارد اعتصاب غذای خشک شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور این دو زندانی در دیداری که دیروز با خانواده‌های خود داشتند به آنها اطلاع دادند وارد اعتصاب غذای خشک شدند. ساعتی پیش با فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور گفتگوی انجام دادیم و از او درباره آخرین وضعیت این زندانیان پرسیدیم. با همین گفتگو رو میشنویم. از 26 دی ماه که وکلای دهش و مدیران سایت مجذوبان نور رو به سلول انفرادی بند 226 زندان اوین منتقل کردن، دو تن از درویش گنابادی در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس هستند. با اعلام اینکه به این روند، به این فشارهایی که بر وکلای درویش و سایر درویش زندانی داره میاد، دست به اعتصاب غذا زدن از اون روز که الان 68 روزی است که این درویش در اعتصاب غذا هستن و خب ما مطلع شدیم که این درویش از ابتدای سال 92 دست به اعتصاب غذای خوش زدن، چون تا 64 روزی که این درویش اعتصاب غذا داشتن اعتصاب غذای خوش تر بوده و حالا مایعاتی رو مصرف میکردن به همراه حالا بیرونی یا شکر یا حالا یا نمک طبق همون قوانینی که حالا اعتصاب غذا میکنن، ولی از روز ابتدایی سال 92 اینا دست اعتصاب غذایی خوش زدن که ما هم خانواده‌شون شدیداً نگران سلامتشون هستیم، چون توی اون همون 64 روز زمین در آویش دچار کاهش شدید وزن شدن و مشکلات خونریزی معده، کلیه و کم بینایی و حتی از گاهی نابینایی داشتن و خب توی تکلمشون و حتی انجام امورات شخصی خودشون هم دچار مشکل شدن که توی این مدت چند بار به بهداری زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدن، ولی خب معالجه خاصی براشون صورت نگرفته، فقط در حد چند ساعت سرم درمانی. و توی این 4 روز گذشتم یک بار به بهداری زندان منتقل شدم، ولی خب چون نوروز هست و خب امکانات پزشکی و
اون رسیدگی که باید بشه به این درویش نشده و خب ما الان اطلاع خاصی از وضعیت رو نداریم، هر لحظه منتظر این هستیم که خبر ناگواری بشن. خانواده‌شون خیلی نگرانن و خب تو این تقریبا 2 ماه گذشته هیچ کدوم از مسئولین یا کسانی که موظف هستن پاسخ خوب باشن به این خواسته درویش، پاسخی به این درویش ندادن، نه خودشون نه خانواده‌هاشون و نگران هستیم. آیت الله علی محمد دستغیب در پیامی به مناسبت نوروز و سال نو از مسئولان خواست خاضعانه رفتار کنند و به مشکلات معیشتی مردم توجه داشته باشند. به گزارش وبسایت کلمه، این مرجع تقلید به شرایط سخت زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها انتقاد کرده و حصر و حبس آنها را ناشی از ظلم و ستم دانسته است. آقای دستغیب همچنین بر ضرورت پرهیز از دروغگویی تاکید کرده و هشدار داده است که در زمینه اظهار فضل و که دیگران نباید به ورطه دروغ افتاد. واردات خودرو به ایران بیش از 8% رشد داشته است. خبرگزاری ایلنا در این باره نوشته است در 11 ماهه اخیر واردات خودرو به 38399 دستگاه رسیده است. بر اساس این گزارش میانگین قیمت هر خودروی سواری و وارداتی در این مدت بیش از 24000 دلار بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بیش از 16% رشد کرده است. امارات، کره جنوبی و کویت 3 مبنای اصلی واردات خودرو به ایران در 11 ماهه سال گذشته بودند. بر اساس گزارش‌ها در سال 91 سهم 2 کشور امارات و کره جنوبی از واردات خودروی ایران به حدود 85% رسیده است. استانداردهای صادراتی محصولات کشاورزی ایران از سایر کشورها پایین‌تر است. مرتضی فهیمی راد، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان می‌گوید در حال حاضر بسیاری از کارخانجات صنایع غذایی استان با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کنند. آقای فهیمی راد پیشنهاد داده است تا بانک‌ها با نرخ پایین‌تری نسبت به اعطای تسهیلات به صادرکنندگان مواد غذایی اقدام کنند. احمد خاتمی میگوید ساختار شکنان اجازه کاندیداتوری در انتخابات آتی ریاست جمهوری را ندارند. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته است برخی از سخنان نوروزی رهبری در خصوص حضور همه سلایق سیاسی سوء استفاده کرده و به دلخواه خود این معنا را برداشت کردند که جریان‌های ساختار شکن هم می‌توانند کاندیدا معرفی کنند. امام جمعه موقت تهران گفته است خط قرمز همه سلایق سیاسی برای حضور در انتخابات قرار گرفتن آنها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است و طبیعی است کسانی حق دارند در این جشن بزرگ مشارکت داشته باشند که در سوابق خود این موضوع را به اثبات رسانده باشند. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودین. شب و روز خوبی را براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.